سلام، تو این ویدیو میخواییم در مورد پروتکل ارتباطی بین ریموت کنترلر کدلر و میکرو کنترلر صحبت بکنیم. ببینیم وقتی که شما ریموت کنترلر دکمش رو فشار میدید چه سیگنالی رو به میکرو کنترلر ارسال میکنه و میکرو کنترلر اون سیگنال رو چطور تفسیر میکنه. در مورد این مسئله میخواییم صحبت بکنیم که خیلی مسئله جذابیه. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشیم. قبل از هر چیزی اینو بگم که ویدیویی که الان داری مشاهده میکنی یکی از پارت‌های پروژه ریموت کنترلر کدلرنمون هست که میخوایم با استفاده از ریموت کنترلر کدلرن بیایم و وسایل الکتریکی رو روشن خاموش بکنیم. حالا توی این ویدیو میخوایم ببینیم که وقتی دکمه رو فشار میدیم چه سیگنالی ارسال میشه و میکرو کنترلر چه سیگنالی رو دریافت میکنه. ببینید، در حالت عادی این گیرنده ریموتمون هست. خب پایه دیتا رو فقط من می‌نویسم اینجا. سطح منطقی صفر رو داره، یعنی همیشه پایه این گیرنده صفر در نظر گرفته میشه. فکر کنید که صفر ولت روش هست. خب وقتی شما دکمه رو فشار میدید یه پالس کوچیک میفرسته، بعد سیگنال رو به مدت طولانی صفرش میکنه، حالا اینجا چون جا نیست من میام اینو کوتاه‌تر میکشم، فقط اینجا سه نقطه میذارم که بدونید این فاصله خیلی طولانیه. تقریبا اگر این رو مثلا تی در نظر بگیریم این 31 تی هست، یعنی اگر این 1 میکروثانیه باشه این 31 میکروثانیه است، اگر این 1 میلی ثانیه باشه این 31 میلی ثانیه است. خب بعد از اینکه این کارو کرد حالا میاد بیت ها رو ارسال میکنه. به این چی میگن؟ پریامبل. پریامبل به این سیگنال اولیه میگن پریامبل، یا به انگلیسی میشه، به فارسی میشه مقدمه، دیباچه، یه همچین چیزی. پریامبل یعنی همون مقدمه. در واقع وقتی که این سیگنال رو به میکرو میفرسته، میکرو متوجه میشه که آها یه دکمه الان فشار داده شده، الان باید حواسم جمع باشه و سیگنال، بقیه سیگنال رو خوب متوجه بشم و بشنومش. خب وقتی که این شکلی شد میاد و سیگنال رو میفرسته به این شکل. حالا من چند تاش رو کشیدم، 24 تا بیت ارسال میکنه. هر قسمت بالا و پایین میشه یک بیت. خب یعنی یک صفر و یک دیگه، یعنی این قسمت یه صفر و یک میشه، 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 این قسمت هم یکی، این قسمت هم یکی و بقیه به این شکل. یعنی اون قسمتی که بالاست و اون قسمتی که پایینه با هم دیگه میشن یه بیت. این حالا خاصیتش اینطوریه دیگه، پروتکلش اینه. خب حالا میکرو کنترلر نگاه میکنه اونجایی که بالاست، اگر از اونجایی که پایینه کوچیکتر باشه اونو میگه که صفر منطقی، یعنی سیگنالی به این شکل، اون قسمتی که بالاست کوچیکتر از اون قسمتیه که پایینه، اینو میگه صفر. و اگر به این شکل باشه، اون قسمتی که بالاست از اون قسمتی که پایینه بزرگتر باشه، اینو میگه یک. پس الان اینجا میشه صفر، این میشه یک، این هم میشه یک، این میشه صفر، این میشه یک، این هم میشه یک و الاخر. صفر و یک ها رو به این شکل از ریموت میگیره. وقتی که گرفت 20 تا بیت اولش میشه آدرس و 4 تای آخر میشه برای کلید ها. مثلا میگم اگر حالا ما ریموتی داشته باشیم، حالا اومده مثلا 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 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
19 20 0 1 0 0 ببین 20 تای اول مربوط هست به آدرس اون ریموته، آدرس ریموت هست، برای هر ریموت کنترلر این یونیکه و مختص خودشه.
البته این یک کلمه خیلی اسطوره‌ایه، برای همشون یکسانه و دیگه تو دنیا دو تا ریموت پیدا نمیشه که کد یکسانی داشته. اینا همش چرت و پرته. پیدا میشه ریموت هایی که کد یکسان داشته باشن پیدا میشه، ولی سخت پیدا میشه. خب و این چارتای آخری که هست برای اینی که ببینیم کدوم کلید فشار داده شده، هر کدوم مربوطن به یکی از کلیدها، مثلا کلید A، کلید B، کلید C و کلید D. اگر مثلا کلید B 1 باشه یعنی کلید B رو فشار داده، اگر کلید A رو فشار بده کاربر همینا میاد ولی این یکی 1 میشه به همین راحتی. خب حالا باید ما توی میکروکنترولر برنامه‌ای بنویسیم که این رو براتون چیکار کنه، پارس بکنه و بگیره و تفسیر کنه، تبدیل کنه به 0 و 1 و از روی این 0 و 1 شما بتونید که چیکار بکنید، بفهمید که کدوم ریموت دکمش فشار داده شده و کدوم دکمش فشار داده شده. از روی اونها میکروکنترولر میاد کاری که مربوطه رو انجام میده، کاری که لازم نیست انجام نمیده. توی پارت بعدی میخوایم که پروژه رو بسازیم و برنامهش هم مینویسیم و تموم میشه دیگه. خیلی هم عالی پروژه یه که خیلی دوست دارم این پروژه رو، واقعا اصلا خیلی به دلم میشینه این پروژه، خیلی دوستش دارم. خب میدونم که شما هم علاقه دارید. ممنونم که تا اینجا این ویدیو با من همراه بودی. امیدوارم موفق و معید باشی. منتظر ویدیوی بعدی هم باشی.